سر خط خبرها. محموله امید در راه مراکز واکسیناسیون آمریکا و کانادا، کارزار پایان دادن به بزرگترین همه‌گیری قند جان می‌گیرد. بازداشت 11 نفر در ترکیه پس از ربایش یک چهره مخالف حکومت ایران، گفته شده یک باند قاچاق مواد مخدر در انتقال حبیب کعب نقش داشت. موافقت آیت الله خامنه ای با بررسی لوایح مربوط به FATF در مجمع تشخیص مصلحت. حسن روحانی میگوید اجازه نمیدهد کسی لغو تحریم ها را عقب بیاندازد. و عزم آهنین ورزشکار نابینایی که میخواهد قله ها را فتح کند. سلام، به این بخش خبر خوش آمدید. من ناجی غلامی هستم. از امروز در آمریکا و کانادا واکسیناسیون علیه کرونا شروع می شود. در آمریکا این ویروس تا به حال جان بیش از 300 هزار نفر را گرفته. پیش از آمریکا، بریتانیا برنامه تزریق گسترده با استفاده از این واکسن را که محصول مشترک شرکت آمریکایی فایزر و شرکت آلمانی بایونتک است شروع کرد. روسیه هم با واکسن ساخت خودش دست به کار شده. مسئولان هشدار می دهند که هنوز برای شکست کامل کرونا زود است، اما آمدن واکسن به بازار خیلی ها را به پایان این بحران جهانی خوشبین کرده. پوریا ژافره گزارش می‌دهد. اینجا مونترال کاناداست. دوربین‌ها در انتظار ورود مسافر بسیار مهم این هواپیما. واکسن شرکت فایزر بایو انتک شاید راه حلی برای بحران کرونا. کانادا همراه آمریکا و بریتانیا سه کشور غربی هستند که برنامه واکسینه کردن عمومی را زودتر از دیگران شروع کردند. واکسنی که تولید کنندگانش میگویند تا 95% از ابتلا به کرونا جلوگیری خواهد کرد. مشکل اصلی اما شرایط نگهداری آن است. در دمای پایین تر از منفی 70 درجه سانتیگراد، یعنی سردتر از قطب جنوب، مسئله که باعث شده تجارت شرکت های تولید یخ خشک هم جام بگیرد، مثل این یکی در آمریکا. ما منابع کافی برای تولید رو داریم، ولی کسی الان نمیدونه تقاضا چقدر خواهد بود. در آمریکا بیمارستان‌ها برای شروع این طرح آماده اند. هر ایالت این کشور فعلا سهمیه اولیه‌اش را گرفته. ما می‌خوایم که شهروندان مسن‌تر و کارمندان نظام درمان اولویت داشته باشند. این کار خیلی سریع و مؤثر مرگ و میر و بستری شدن رو پایین میاره. و تشکر از کسانی که در روند ساخته شدن واکسن به شرکت فایزر و بقیه تولید کننده ها کمک کردند. فراموش نکنید که 100 هزار نفر از شهروندان آمریکا آستین خودشونو بالا زدن و در آزمایش‌های اولیه واکسن در سراسر کشور شرکت کردند. ما برای آنها احترام زیادی قائل هستیم و از آنها تشکر می‌کنیم. Without them we could not be here today. در بریتانیا هم از امروز واکسن در دسترس عموم قرار می‌گیرد. در این کشور از طریق نظام بهداشت و درمان همگانی اطلاعات مربوط به سلامت هر شهروند در اختیار یک درمانگاه محلی و یک پزشک مخصوص قرار دارد. و حالا همه باید منتظر باشند تا هر کس بر اساس اولویت نوبت واکسن زدنش بشود. خیلی از همکارای من وسط این همگیری شب و روز کار کردند. این که الان میتونیم به مردم خودمون واکسن بدیم برای من به عنوان یک دکتر فوق‌العاده است. در سایر نقاط دنیا هم بسیاری از کشورها با برنامه‌های مشابه خود را آماده طرح‌های واکسیناسیون همگانی می‌کنند. یکی از آنها بحرین در جنوب خلیج فارس که در برنامه تولید واکسن چینی سینوفارم سرمایه گذاری کرد و حالا با تایید رسمی آن منتظر اولین محموله است تا در اختیار عموم بگذارد. در همسایگی بحرین، امارات متحده عربی هم همین واکسن چینی سینوفارم را استفاده خواهد کرد و آزمایش‌های اولیه در این کشور 86% مؤثر بوده است. روسیه هم که قبل از همه واکسیناسیون را با واکسن ساخت خودش شروع کرده، در حال ادامه این طرح است. اینها دو خلبان ارتش روسیه‌اند که نوبت تزریق واکسن اسپوتنیک به آنها رسیده.
در حالی که تنها دو هفته دیگر از سال 2020 میلادی باقی مانده، با آمدن انواع واکسن در کشورهای مختلف، پیش‌بینی برای پایان بحران کرونا جان تازه‌ای گرفته. خیلی از مسئولین هشدار می‌دهند که هنوز برای زغزده شدن زود است، اما بازارهای بورس به خبر واکسن واکنش مثبت نشان دادند و آنهایی که صبح امروز در آسیا شروع به کار کرده بودند، دیدند ارزش سهام‌ها بالا می‌رود. امید نقطه حیاتی در این جنگ فرسایشی بشر با ویروس کرونا. پوریا جعفری، بی بی سی. از دکتر مازیار اشرفیان بناب، متخصص ژنتیک پزشکی از بریستول بریتانیا، درباره چالش‌های پیش رو در کشورهای پرسیدم که واکسیناسیون را شروع کردند. یکی از بزرگترین مشکلات و معضلات اینه که بتونن کشورهای تولید کننده تعداد مورد نیاز واکسن رو تولید کنن. به هر حال این امر واکسیناسیون شروع شده، ولی خب برای اینکه بتونیم یک ایمنی قابل قبول به جامعه، حالا هر جامعه و هر کشوری بدیم، چیزی بیش از 65 تا 70 درصد جمعیت اون کشور باید واکسینه بشن. به هر حال تولید واکسن نیاز به امکانات داره، محدودیت هایی دارن شرکت ها. البته خوشبختانه تعداد واکسن ها داره روز به روز بیشتر میشه و تعداد زیادی واکسن در دست تهیه هستن مجددن، ولی به هر حال زمان خواهد برد و تو یک سال آینده کشورها امیدوارن که بتونن بیش از 65 تا 70 درصد جمعیت رو واکسینه کنن. چه این یک مشکل... بله بفرمایید. مسئله اصلی تعداد واکسن هاست و مشکل دوم تصور من اینه که در برخی جوامع متاسفانه بعضی از مردم، حالا به دلایل و شرایط مختلف، نگران هستن از تزریق واکسن، اطمینان ندارن، و اینکه برخی از مردم برای واکسیناسیون مراجعه نکنن، هم رو برای مسئولین بهداشتی کشورها میتونه وخیم‌تر و مشکل‌تر. سوال من هم همین بود، با توجه به اینکه این تزریق واکسن الان اجباری نیست، حتی کسانی که به طور مثال در سیستم درمان بهداشت کار میکنند نمیتونن که اونها مجبور به زدن این واکسن بکنن، آیا این نگرانی وجود داره که عده زیادی نخوان واکسن بزنند؟ بله، خب این نگرانی هست و در بعضی کشورها خیلی بیشتره. مثلا در کشوری مثل آمریکا بخش مهمی از مردم اطمینان ندارن و نگران تزریق واکسن هستن، و متاسفانه این میتونه در روند کنترل این اپیدمی، نه در اون کشورها فقط بلکه در کل جهان، تأثیر بذاره، چون به هر حال با شروع واکسیناسیون به تدریج و کم کم کشورها برمیگردن به زندگی نرمال، به مردم آزادی‌های بیشتری میدن، محدودیت‌های قرنطینه کمتر میشه و این میتونه باعث شه که مردم راحت‌تر مسافرت کنن و احیانا اگر کسانی واکسیناسیون رو انجام ندن و رعایت نکنن، میتونن در واقع روند کنترل بیماری رو دچار مشکل بکنن. گفتگویی بود با دکتر مازیار اشرفیان بناب، متخصص ژنتیک پزشکی در بریستول بریتانیا. در بندر جده عربستان انفجاری در یک نفتکش رخ داده که به گفته شرکت مالک آن علتش عامل خارجی بوده. کسی در این انفجار و آتش سوزی ناشی از آن آسیبی ندیده. این نفتکش با پرچم سنگاپور تردد میکرد. مقامهای عربستان هنوز در مورد عامل این انفجار اظهار نظری نکردند، اما در مورد سانحه مشابهی حدود یک ماه پیش شورشیان حوثی یمن را متهم کرده بودند. وزارت بهداشت ایران میگوید در شبانه روز گذشته مرگ 251 نفر را ثبت کرده که بر اثر ابتلا به کرونا جان باختند. بیش از 7500 مورد جدید ابتلا هم در این مدت شناسایی شده. با اینکه ایران موج سوم بیماری را از سر گذرانده، هنوز 12 شهرستان عمدتاً در استانهای شمالی و مرکزی در وضعیت قرمز قرار دارند. مقام‌ها در مورد اوجگیری دوباره بیماری بر اثر مهمانی‌های شب یلدا هشدار دادند. وزارت معارف افغانستان اعلام کرده ساختار تشکیلاتی معاونت تعلیمات اسلامی این وزارت به دستور رئیس جمهوری احیا شده. سه هفته پیش طرح حذف این معاونت انتقادهای گسترده‌ای میان مردم و نمایندگان مجلس در پی داشت. وزارت معارف ابتدا این خبر را رد کرد، اما امروز گفت این اداره دوباره در تشکیلاتش گنجانده شده.
معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران میگوید آیت الله خامنه ای با درخواست دولت برای تمدید مهلت بررسی لوایح مرتبط با FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام موافقت کرده. لیا جنیدی گفته دولت پیشنهاد داده تغییراتی در لوایح مربوط به مبارزه با تامین مالی تروریسم و جرایم سازمانی یافته فراملی ایجاد شود تا نگرانی بعضی از مخالفان در مجمع را برطرف کند. تصویب نشدن این لوایح باعث شد نام ایران به فهرست سیاه FATF برگردد و مبادلات بانکی برای این کشور دشوارتر شود. حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران از لندن با ما هستند. آقای علیزاده، به نظر میاد که این تحرکات جدیدی در مورد این موضوع که همیشه به تعویق افتاده و سنگ اندازی شده صورت گرفته، چه امیدی هست برای اینکه این بار به نتیجه دلخواه برسند؟ بله، به دلیل اینکه جغرافیای مناسبات ایران و آمریکا در حال تغییر هستش. فقط در یاد داشته باشیم سال گذشته دسامبر 2019 بودش که حمله شدش به یک پایگاه آمریکا، کیوان، یه آمریکایی کشته شد. متقابلا آمریکا حمله کرد به نیروهای هشت و شعبی، از تعدادی از اونها کشته شدن. بعد هشت و شعبی حمله کرد به سفارت آمریکا، سفارت آمریکا حمله کرد به هیئت همراه سردار قاسم سلیمانی، ایران حمله کردش به پایگاه آمریکا در عین‌الاسد. همه اینها در عرض تقریبا شاید 30-40 روز 50 روز اتفاق افتاد، در این بحران به سر می‌بردن. الان جغرافیا به گونه ای عوض شده که در با آمدن آقای بایدن شرایط به شدت در حال تغییر کردن هستش، هم بین ایران و ایالات متحده، هم بین ایران و اتحادیه اروپا. به هر حال در طی 4 سال دولت آقای ترامپ، اتحادیه اروپا هرگز حول محور واشنگتن حلقه نزد، اما ایران میداند که این بار حلقه خواهد زد. همین دیروز امروز هم قرار بودش که یک بسیار کارگروه اقتصادی مالی به صورت آنلاین برگزار بشه که به دلیل تحریمی که انجام دادن در قصه اعدام آقای زم تعویق افتاده. همه اینها شواهدی هستش که داره شرایط به شدت تغییر میکنه. دو فاکتور مهم رو ما میتونیم نام ببریم، بسیار بسیار مهم. یک اینکه دولت در بودجه سال آینده تصویب کرده که 2,400,000 بشکه بفروشن. تصویب که شما میدونید در حال حاضر با زحمت دارن 200,000 بشکه میفروشن. پس اینکه قرار این تصمیم رو گرفتن برای همچین گام بزرگی رو حتما بر اساس ملاحظاتی است. نکته دوم بود اون چه بود که در خبر آمد که آیت الله خامنه موافقت کرده با اینکه در مورد FATF تجدید نظر بشه. بعد میدونید بحث بسیار بسیار طولانی و عریض و طویل و خسته کننده شده بود که آخرش هم به تصویب نرسیدش. حتی به یاد دارم که خود آقای خامنه ای گفته بود که تصویب کردن اینجور لوایح ذیل FATF از یک مجلس مرعوب فقط برمی آید. آقای علیزاده اجازه بدید که لطفا با ما بمونید، اجازه بدید بریم صحبت های آقای روحانی رو بخشش رو گوش کنیم. رئیس جمهوری ایران با ابراز مخالفت مجدد با قانون مسبب مجلس برای کاهش تعهدات هسته‌ای امروز گفت که اجازه نمی‌دهد پایان تحریم‌ها را به تأخیر بیاندازند. محور اصلی سوال‌ها و جواب‌ها در کنفرانس خبری آقای روحانی بحث لغو تحریم‌ها با روی کار آمدن دولت جو بایدن در آمریکا بود. بخش از این صحبت‌ها رو با هم بشنویم. دولت هر روزی که 4+1 یا 5+1 فرق نمی‌کنه، اگر به تمام تعهداتشون عمل بکنن، دولت بلافاصله به تمام تعهداتش عمل خواهد کرد. و بنابراین همه اون چه که در توافق برجام مطرح شده دو مرتبه، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ فروش نفت، از لحاظ سایر مواردی رو که به ناروا و غلط در این مدت دولت ترامپ تحریم کرده، برداشته خواهد شد. مجلس اونچه که تصویب کرده عنوانش اقدام راهبردی برای رفع تحریمه، نه برای ادامه تحریم. اونچه که مجلس دنبالش هست اینه که تحریم برداشته بشه و اصولی رو تصویب بکنه که باعث تحریم از دوش مردم برداشته میشه. اما حالا آیا این قانون با اون هدفی که داره منطبق هست یا نیست، بحث دیگری هست. به هر حال ما هر زمانی که
4 به اضافه 1 یا 5 به اضافه 1 به کلی تعهداتشون عمل بکنن، ما هم کاملا به تعهداتمون برمیگردیم و هیچ چیزی مانع اقدام متقابل ما برای اجرای کامل تعهدات نخواهد بود. حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران از لندن همچنان با ما هستن. آقای علیزاده، این که آقای روحانی میگه اجازه نمیده کسی لغو تحریم ها رو به عقب بندازه، واقعا چه کسی در ایران میخواد که لغو تحریم ها به عقب بیفته؟ بله، ببینید، در قصه برجام اصلا ادبیات خاصی، واژگان خاصی ساخته شد که پیش از این اصلا در ادبیات سیاسی ایران وجود نداشت، مانند دلواپسان، مانند کاسبان تحریم، و اینها گروهایی بودند که یا از وجود تحریم‌ها به هر حال استفاده می‌کردند، چون به اسم می‌رفتن تحریم رو دور می‌زدن، دل و قحنا جنسی رو وارد ایران می‌کردن، تازه جنس آلوده بوده، مشکل دار بوده و اینها، ولی به هر حال سود کلان می‌بردن. نمونش هم حالا هم آقای بابک زنجانی و ده ها مانند او، و گروه دلواپسان هم همونایی بودن که از اول ساز مثل آقای نتانیاهو رو می‌زدن، مبنی بر اینکه اساسا این تحریم قرارداد نباید تصویب بشه. آقای خامنه‌ای در این میان همیشه گاه به این سو آمده، گاه به اون سو رفته، هرگز سعی کرده که موضع خودش رو مشخص نکنه، ولی روشن بود که با اراده او برجام پیش رفته و با اجاره او قرار هستش که برجام احیا بشه. ببینید، در اینجا الان ما در لحظه‌ای هستیم که نطفه دوباره‌ای داره بین روابط ایران و آمریکا منعقد میشه. از امروز دیگه کسی نمیتونه بگه که رهبر اطلاع نداشته، به دلیل اینکه همین اجازه‌ای که او داده است مبنی بر اینکه FATF فعلا دوباره مهلت بهش داده شده تا اینکه ببینه آمریکا چی میشه، آمریکا امتیازاتی میده، خب اینها ایران هم ملحق خواهد شد به FATF، مشکلی نخواهد داشت. پس با این شرایط وضعیت داخلی البته به گونه ای است که دشمن‌های بسیار زیادی داره، و به ویژه اینکه برجامی که در عرض 20 دقیقه در مجلس تصویب شده بود، امروز مجلسی آمده که شرط و شروط‌های سنگینی گذاشته که به ایران نتوانه به برجام برگرده. آقای روحانی هم میدانه که تمام حیثیت خودش و تیم مذاکره کنندهش بر همین برجام هستش. اگر نطفه‌اش منعقد بشه، میتوانه تیم رو بسپره به دولت بعدی که همسوی خودش باشه. من پیشتر این رو گفتم، مایلم اینجا این جمله رو بسیار 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 بعد تاکید کنم، گفته بودم اگر آقای ترامپ به قدرت برسه، ایران آرایش نظامی میگیره و یک نظامی رو به ریاست جمهوری خواهد رسون، جمهوری اسلامی. اگر آقای بایدن به قدرت برسه، ایران آرایش مذاکراتی خواهد گرفت، آرایش دیپلماتیک خواهد گرفت، و به ظن قوی یکی از دیپلمات‌های ارشد و مذاکره‌کننده ارشد به جریان ریاست جمهوری 1400 خواهد پیوست. البته پیشبینی که حالا اگر شرایط محقق بشه، من فکر میکنم الان در شرایطی هستیم که همین پیشبینی دوم، یعنی آرایش مذاکراتی گرفتن، داره شکل میگیره. ممنونم از شما حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران در لندن. دو مقام ارشد گروه طالبان به بی بی سی گفتند اگر آمریکا به تعهد خود در قبال خروج سربازانش از افغانستان عمل نکند، جنگجویان این گروه حملات علیه نیروهای خارجی را از سر خواهند گرفت. پیش از این جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا در مبارزات انتخاباتیش گفته بود یک گروه کوچک از نیروهای آمریکایی در افغانستان باقی خواهند ماند. آمریکا و گروه طالبان در زمستان سال گذشته بعد از 18 ماه مذاکرات نفسگیر توافقنامه صلح را در دوحه قطر امضا کردند که بخشی از آن خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان است. علی حسینی خبرنگارمون از کابل با ماست. در مورد صحبت‌های مقام‌های ارشد طالبان بیشتر بهمون بگو، و آیا اونها هم نگران این هستند که با آمدن آقای بایدن، یعنی با شروع دوره ریاست جمهوری آقای بایدن، وضعشون بدتر بشه؟ خب این دو مقام ارشد گروه طالبان که به خاطر حساسیت موضوع نخواستن نامشان در گزارش گرفته شود، به بی بی سی گفتن که امیدوار هستند و باور دارند که جو بایدن به امو جدول زمانی که دولت آقای ترامپ با گروه طالبان بر اساس توافقنامه دوحه بستن عمل کنه و نیروهای خارجی و نیروهای آمریکایی را از افغانستان خارج بسازد. در عین حال تهدید هم کردن، همونطور که گفتی، اگر این کار صورت نگیرد دوباره اثر میگیرن اون حملاتشان علیه نیروهای آمریکایی. نگرانی گروه طالبان در رابطه با اینکه جو بایدن برخلاف ترامپ عمل کنه به مدت ها قبل برمیگرده،
به ویژه در زمانی که جو بایدن در انتخاب در کمپاین های انتخابات ریاست جمهوری گفته بود که بخشی از این نیروها در افغانستان باقی خواهند ماند. بعد از اینکه آقای بایدن به عنوان رئیس جمهور منتخب هست، واکنش مشخصی در رابطه با حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان نداشته و به همین خاطر هر دو طرف جنگ افغانستان، هم گروه طالبان و هم دولت افغانستان، منتظرن ببینن که در اولین واکنش در رابطه با این حضور چه چیزی خواهد گفت. به هر حال هر دو طرف با احتیاط به موضوع نگاه میکنن و به ویژه گروه طالبان نگران این موضوع هست نکند که جو بایدن برخلاف ترامپ کاری انجام بده. موضوع این هست که در دوره ریاست جمهوری خودش آقای ترامپ در مراحلی موافقتنامه هایی با طالبان به دست آورد که بین خود آمریکا و طالبان اتفاق افتاد و دولت افغانستان لزوما موافقت نکرده بود با این توافق ها. فکر میکنی الان درخواست دولت افغانستان در مورد حضور آمریکا چه خواهد بود؟ ببینید دولت افغانستان به ویژه مشخصا خود آقای غنی بارها گفته که نگرانی چندانی ندارن از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و گهگاهی خود آقای غنی هم گفته بود که ما پیشنهاد کردیم که این کار صورت بگیره، یعنی جدول زمان بندی جدولی رو مشخص کردیم که کاهش پیدا کنه بودجه نیروهای آمریکایی تا بتونن اونها حضورشون در افغانستان ادامه پیدا کنه. به هر حال دولت افغانستان چیزی که برای ما فعلا مشخص است ایست که توافقنامه‌ای که بین ایالات متحده آمریکا و گروه طالبان حدود یک سال پیش در دوحه انجام شد با او موافقت نیست. دولت افغانستان میگه که ملاحظاتی هم داره. با توجه به این موضوع هر چیزی که بر اساس این توافقنامه صورت بگیره به این معنا نیست که دولت افغانستان 100% با او موافقت است. به هر حال میشه گفت که دولت افغانستان طرفدار ادامه حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان است، از جمله این که اگر این کار صورت بگیره، یعنی خروج نیروهای آمریکایی، بر اساس توافقی است که دولت آمریکا با گروه طالبان انجام داده و در این توافقنامه دولت افغانستان هم حضور نداشته و نظریات دولت افغانستان هم چندان لحاظ نشده. علی حسینی از کابل، متشکرم. مطبوعات ترکیه گزارش کردند 11 عضو یک باند ایرانی قاچاق مواد مخدر به اتهام روبودن مخالفان حکومت ایران و انتقالشان به آن کشور بازداشت شدند. آنها به اتهام ارتباط با دستگاه‌های اطلاعاتی ایران و دست داشتن در ربایش حبیب کعب از رهبران تشکیلات موسوم به جنبش مبارزه عربی برای آزادی الاحواز در استانبول دستگیر شدند. از قول سازمان اطلاعات ترکیه گفته شده که سردسته این شبکه آقای کعب را از مرز وان ترکیه به ایران تحویل داد. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار در برلین، با ما هستن. آقای مهرابی، بیشتر در مورد این خبر به ما بگید. که در این بار منتشر شده اشکالاتی داره، از جمله نام زنی که مطرح شده و گفته شده که زن آقای چعب بوده در واقع زن دوست او بوده، اما انتشار این خبر در این شرایط اگر تصادفی هم بوده باشه به هر حال معنای خاصی میتونه داشته باشه. ترکیه درباره موضوع آقای خاشقچی هم این سوابق رو داشته که به هر حال با وجود اینکه از اتفاقاتی که در اون کشور در جریان هست تا حدودی اطلاع داره، اما انتشار این گزارش ها به نوعی مدیریت شده هست. این گزارش البته از سوی دیگه نشون میده که اون روندی که جمهوری اسلامی از حدود 10 سال گذشته به نوعی انتخاب کرده ادامه داره. در ابتدا ترورها یا اقدامات خارج از کشور جمهوری اسلامی معمولا یا با استفاده از نیروهای خود وزارت اطلاعات انجام می شد یا با گروه‌های همپیمان جمهوری اسلامی، اما در مواردی مانند ترور آقای کلاهی در هلند یا اتفاقات مشابه به نوعی میشه دید که یک سری افراد اجیر شدن برای این اقدامات و این به هر حال یک رویه هست که جمهوری اسلامی پیش گرفته که اون اتهامات رو نسبت به خودش کمتر بکنه، چون به هر حال رد پاهایی که این اقدامات رو به حکومت وصل میکنه در این میان کمتر میشه. از سوی دیگه وقتی گروه‌های تبهکاری برای این اقدامات اجیر بشن، به نوعی با اقداماتی که خود این گروه‌ها هم انجام میدن یا افراد تسویه حساب‌های داخلی این گروه‌ها، این موضوعات به هم آمیخته میشه و معمولا در بسیاری از پرونده ها موضوع مبهمتر میشه و این هم به نوعی کمک میکنه به جمهوری اسلامی هرچقدر این اتفاقات مبهمتر باشه. این روندی هم که برای جمهوری اسلامی در ماجرای ربایش آقای زم یا اتفاقات مشابه گرفته به نوعی یک نوع قدرت نمایی هم هست، یعنی هم میخواد قدرتش رو در کشورهای همسایه نشون بده و به نوعی ثابت بکنه که این کشورهای همسایه هم الان حیات خلوت جمهوری اسلامی شدن و هر اقدامی میتونه انجام بده. از سوی دیگه وقتی مخالفان رو به این کشورها بکشه و
اونها رو به ایران منتقل بکنه یک نوع قدرت نمایی و تبلیغات گسترده در داخل انجام میده، چه با موضوع ربایش اونها و چه با تبلیغات یا بحثایی که از اعترافات اجباری اونها پخش میکنه، و این موضوع به لحاظ تبلیغاتی خیلی بیشتر به نفع جمهوری اسلامی است تا اینکه یک فردی را مثلا در اروپا ترور بکنن. تبعات سیاسیش هم کمتر هست، یعنی وقتی که مثلا یک فردی در اروپا ترور بشه قاعدتا اون کشورها مجبور میشن که یک واکنشی رو نشون بدن، اما در مواردی مانند ربایش افرادی که ساکن اون کشورها بودن و به کشوری دیگری رفتن و ربوده شدن، واکنش ها معمولا کمرنگتر هست. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار در برلین، ممنونم از شما. یک ورزشکار پارالمپیک فرانسوی گفته قصد دارد به 3 قله در رشته کوههای پیرنه صعود کند. دیوید لابار که تنها 10% بینایی‌اش را دارد، پیش از این موفق شده قله مونبلان را فتح کند. او حالا می‌خواهد با دوچرخه و کوهنوردی از 3 کوه در فرانسه و اسپانیا بالا برود. گزارش تیم آلمن را ببینیم. کوهنوردی کار آسانی برای هر کسی نیست. تصور کنید شرایطی مثل دیوید لابار داشته باشید. او کمبیناست ولی اراده قوی دارد. تنها میتواند اشکال و نقاط را تشخیص دهد، ولی این باعث توقفش نمیشود. حتی با اینکه وقتی به قله میرسد از این تجربه لذت نمیبرد. درسته بعضی ها برای دیدن منظره از کوه بالا میرن، ولی فکر کنم در باطنشون برای دیدن منظره بالا نمیرن، برای چیزی شخصی از کوه بالا میرن و دیدن اون منظره براشون مثل پاداشه. دیوید عادت دارد از موانع بگذرد. او یک ورزشکار پارالمپیک است و در پارالمپیک 2012 لندن در فوتبال 5 نفره نقره گرفت. او دوچرخه سوار هم هست و بیشتر اوقات سوار بر دوچرخه کوهستانش. انگار اصلا معلولیتی ندارد. به عنوان کسی که هر روز با دیوید کار میکنه باید بگم کلمه یه ناتوانی جسمی براش معنی نداره. اصلا روز اول که دیدمش با خودم گفتم که حتما داره دروغ میگه، چرا که شبیه افراد ناتوان نیست. من هیچ وقت اون رو یک معلول نمیدونم. یکی از راه‌هایی که دیوید خودش را برای کوه نوردی آماده میکند هل دادن توپ 300 کیلویی یونجه خشک است. او امیدوار است که تابستان آینده به قله صعود کند. شاید آن را نبیند، ولی می‌داند که کجاست. تیم اولمن، بی بی سی نیوز. و جان لوکاره، نویسنده رمان‌های جاسوسی که خود زمانی جاسوس بریتانیایی‌ها بود، در 89 سالگی بر اثر ابتلا به ذات‌الریه امروز درگذشت. فارسی زبان‌ها آقای لوکاره رو با رمان‌های مختلفی از جمله آوای مرگ، دار و دست اسماعیلی، بنزن، جامدوست، سرباز جاسوس و تلفن به مرد مرده می‌شناسند. می‌رسیم به پایان این بخش خبر. ممنون از همراهی شما با بی بی سی فارسی.